آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ماست. آقای آرامش، همین چند روز پیش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده به ایران که دست به اقدامی نزنه. معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با 60 Minutes گفته که جمهوری اسلامی کاری نکنه، ولی در این حال میبینیم که گروه‌های نیابتی ایران یکی بعد از دیگری، یک روز بعد از روز دیگر، در سوریه، در عراق منافع آمریکا رو هدف قرار میدن. چه پیامی داره تهران به واشنگتن میفرسته و به نظرتون واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ من میخوام پاسخ این پرسش شما رو با باز کردن دو تا مسئله بگم. اول اگه یادتون باشه زمان انتخابات بین آقای بایدن و ترامپ، من همیشه میگفتم تیم سیاست خارجی بایدن با اوباما خیلی فرق خواهد کرد، هرچند که یک سری از اون افراد مثلا تیم آقای ملی و اینها شباهت هایی داشتن، ولی الان میبینیم که با حمایت همه جانبه آقای بایدن از اسرائیل و با آوردن قوای مسلح، یعنی ناوهای هواپیمابر به خلیج فارس، ناو هواپیمابر به دریای مدیترانه، زدن دو تا از با استفاده از جنگنده‌های F-16 برای زدن پایگاه سپاه در بوکمال، می‌بینیم که اون کاری که مثلا اوباما در قبال سوریه کرد و خط قرمز کشید و اون خط قرمز خودش رو اعمال نکرد، آقای بایدن بیشتر شباهت داره به خانم کلینتون از لحاظ یک سیاست خارجی با عضله، اگه بخوایم اینو به استخ. این بخش اول، برم سر بخش دوم صحبتم. من یه بار دیگه هم در برنامه‌تون چند روز پیش کرده بودم نقل قولی از سپهبد کیت کلاک، سپهبد نیروی زمینی کیت کلاک که مشاور مقطع بسیار کوتاه مشاور امنیت ملی خود ترامپ بود، ولی دو سالی مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور آقای مایک پنس بود. یک مفهومی ما در امنیت ملی داریم به اسم نردبان تنش یا escalation ladder. نردبان تنش توضیحش این استش که شما تنش ایجاد میکنید، طرف مقابل پاسخ میده، شما باید پاسخ بدید، طرف مقابل به اون پاسخ میده و همینطور تنش از این پله های نردبان کم کم بالا میره. دو کار میشه کرد، یا میشه به صورت همونطور که طرف مقابل تنش زایی میکنه شما هم تنش زایی بکنید و امیدوار باشید که تنش از پله خاصی از این نردبان بالاتر نره. راه دوم این است که بیاین این پله با این نردبان تنش رو آنچنان پاسخ بدید که پله های آتی اصلا قطع بشه، طرف مقابل قابلیت پاسخ گفتن نداشته باشه، یعنی شیلی بگیم cut the escalation ladder، اصلا قطع کنیم این نردبان تنش رو. نقل قول سپهبد کیت کلاگ اینه، میگه اون شبی که رئیس جمهور ترامپ اینا از خواب بیدار کردن، گفتن که بله حمله شده به پایگاه ایالات متحده در عراق، یکی از کارکنان اونجا کشته شده، گفته اینو کی کرده؟ گفته قاسم سلیمانی. ظرف 48 ساعت قاسم سلیمانی رو اول ژانویه سال 2020 در عراق کشتن، ابو مهدی مهندس و همراهان اینا رو کشتن. هم نه پاسخ جمهوری اسلامی موشک پرانه بود علیه قرارگاه ایالات متحده در عین الاسد. آقای سپهبد کیف کلاگ میگه که ما مستقیما از طریق سفارت سوئیس در ایران گفتیم که هدف بعدی خامنه ای خواهد بود، هدف بعدی ظریف خواهد بود، هدف بعدی مقامات سپاه و مقامات ارشد کشور خواهند بود. ظرف 7 8 روز کلا فروکش کشید. کیف کلاگ میگه که موقعی که داشتن مشاوره میدادن ایشون و مشاورین دیگه یک مقامات لشکری و کشوری در اتاق بحران، گفتن که باید نردبان تنش رو قطع کرد، آنچنان پاسخ داد به جمهوری اسلامی خام با گفتن اینکه موشک‌های کروز بعدی به بیت رهبری خواهد بود، موشک‌های کروز بعدی یا حملات هوایی قرارگاه سپاه، فرماندهان سپاه در عراق، در سوریه و مقامات کلیدی کشور خواهد بود، و اونها دیگه تنش زایی رو کنار گذاشتن مقامات جمهوری اسلامی. سوال اینجاست، با وجود اینکه ما می‌بینیم فرق‌های عمده‌ای بین سیاست خارجی آقای بایدن و سیاست خارجی باراک اوباما هست، آیا باید ببینیم که در مورد این قضیه، هرچند که آقای بایدن پاسخی داده، دوتا F-16 رفتن و قرارگاه بوکمال رو زدن بمبارون کردن، اما آیا پاسخش به تحرکات جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش در منطقه پله پله خواهد بود، هم نردبان رو پله پله برن بالا، یا یعنی اینکه نه در مقطعی میخواهد این نردبان تنش یا اسکالیشن لدر را قطع بکنه، پاسخ آنچنانی بده و تهدیدهایی به اضافه تهدیدهای معنیداری بکنه که طرف مقابل پاسخگو نباشه و نخواد پاسخ بده. یک انتقادی که البته به این هست اینه که آمدیم شما آن موقعی که نردبان تنش را قطع میکنه یک همچین تهدید بزرگی میکنید و آمدیم هم تهدیدتون عملی کردید،
شما معمولا این کار موقعی میکنید که میدونید طرف مقابلتون دیگه میبره. در زمان بعد از کشتن قاسم سلیمانی، موشک پرانی و بعد تهدید مقامات اول جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دیگه برید. تنها ریسک این هستش که اومدیم طرف مقابل کوتاه نیامد. شما اومدین و همچین تهدیدی کردید و زدید و طرف مقابل هم شروع کرد به گسترده کردن تنش. اون موقع چی؟ ولی میخواستم این دوتا هم فرق اوباما و بایدن رو و بعد از اونم این مسئله نردبان تنش رو توضیح بدم که ببینیم الان کجا هستیم و اونهایی که مقامات تصمیم گیرنده هستن با چه منطقی، با چه فکری، با چه دو تا چارتایی دارن به این نقشه جنگ و تنش نگاه میکنن. موقعی که اولین بار بعد از همون کشتن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی به عین الاسد حمله کرد، اون موقع خیلی ها شوکه شده بودن که به یک پایگاه آمریکایی حمله شده، حتی اگر کسی تلفات جانی نداده باشه در اونجا. ولی الان که تعداد این حملات زیاد شده، این چه تصویری به ما میده از رابطه‌ای که الان جمهوری اسلامی با آمریکا داره؟ برای اینکه مثلا همچین اقدامی رو شما حتی از سمت فدراسیون روسیه هم در مقابل پایگاه‌های آمریکایی نمی‌بینید؟ این حملات که الان به جمهوری، به این پایگاه های ایالات متحده میشه، حملات گروه های نیابتی. فرقش با اون موشک پرانی بعد از کشتن سلیمانی اینه که اونا دیگه موشک های خود جمهوری اسلامی بود، از خاک ایران صادر شده بود و شلیک شده بود. اینها اون موقع هم شما حمله های گروه های نیابتی به پایگاه ایالات متحده و حتی سفارت ایالات متحده در منطقه سبز بغداد داشتید. اینکه یک بازیگر کشور، یک کشوری که با یک بازیگر حکومتی، حالا جمهوری اسلامی و دو فدراسیون روسیه است، بیاد موشک پرانی کنه، تبعاتش خیلی فرق میکنه با گروه های نیابتی. چرا اصلا کلا چرا کشورها میان گروه های نیابتی تشکیل میدن؟ به خاطر اینکه نمیخوان مستقیما وارد بشن. دومی که دیوار حاشاش هم یکم بلندتره، یعنی که شما همیشه میتونید بگید همون کاری که الان جمهوری اسلامی میکنه، میاد تسلیحات میده، تعلیمات میده، پول میده، بعد میگه ما در همچین حمله تروریستی حماس دخیل نبودیم، ولی از مردم فلسطین حمایت هم میکنیم، با حماس هم دوستیم، خدا پدرشون هم بیامرزه، ولی نه ما همچین دخیل نبودیم. یعنی گروه های نیابتی پس دو تا مقصود رو برای شما میرسونن: یکم عدم درگیری مستقیم با اون دشمنتون، و دوم این که همیشه این امکان حاشا و هرگز گفتن و امکان نفی همچین چیزی رو شما دارید. این که ولی الان دوباره جمهوری اسلامی دارد از طرف گروه‌های نیابتی، پس بگم، پس اون شد الان جمهوری اسلامی خودش هم مستقیما موشک پرانی نمی‌کنه، دقیقاً مثل سال‌های پیش همون زمان ترامپ همینطوری بود، از طریق گروه‌های نیابتی می‌کنه. سوال اینجاست که میگم اینجا الان باز هنوز گویی در زمین و میدان آقای بایدن هست. به نظر من به یکی از تصورات غلط، حالا چه تصورات تبلیغات علیه ایشونه یا چه نه اعمال و رفتار و کردار خودش بوده و این همه سر میز مذاکره رفتن و شاید بگیم نرمش در مقابل جمهوری اسلامی بوده، ولی خیلی ها تصور میکنن ایشون اهل زنت زدن نیست. به نظر من این یک تصور غلطیه. من فکر میکنم در چند روز آینده این تصور غلط، همونطوری که میگم ایالات متحده پایگاه سپاه رو در بوکمال همین سه روز پیش زد، این تصور غلط باز ثابت خواهد شد که غلطه. ولی بالاخره یک همچین تصوری رو بایدن و تیمش ایجاد کردن که طرف مقابل احساس میکنه که جمهور دولت ایالات متحده نه اراده سیاسی و نه قابلیتش رو داره که بخواد پاسخ بده یا حمله بکنه یا حداقل نردبان تنش رو قطع کنه. من یه نکته دیگه هم خیلی سریع عرض کنم خدمتتون در مورد همین نیروی بازدارنده. مثلا آقای بایدن که اومده ناوگروه فرستاده به منطقه خلیج فارس، خیلی بعضی موقع سوال پیش میاد که اصلا ناوگروه چیه. بالاخره ناو هواپیما بر چیزی نیست که در هر کشوری باشه. کشورهای بسیار معدودی ناوهای هواپیما بر دارن، اکثر کشورها یکی دارن، بعضیشون دو سه تا دارن. ایالات متحده 11 ناوگروه داره. من فقط به عنوان یک اینکه مخاطبین ببینن که یا تصوری داشته باشن، در یک ناو هواپیما فقط در اون کشتی حدوداً 5000 ملوان هست. روزی 22000 وعده غذا سرو میشه. میخوام ببینم که مثلا کسی میگه بله با فلان موشک حالا میایم ناو هواپیما رو ایالات متحده میزنیم، ما با یک شهرک کوچیک در طرف هستید. به ذات اینکه ناوها معمولاً پوشش 9-10 کشتی اطرافشون دارن، همین پروجکشن، همین نشان دادن چنگ و دندان باز آقای بایدن رو از آقای اوباما و سیاستاش متمایز میکنه، به اضافه آن تعداد نیروهای دیگه، چه تفنگدارای دریایی که داره میفته اونجا، چه نیروهای دیگه زمینی و هوایی و نیروهای دریایی که یا هستن در منطقه یا دارن اعزام میشن که خط و نشون رو برای جمهوری اسلامی بکشه. ولی باید ببینیم که آیا در این روزهای بعد پاسخ محکمتری خواهد داد به این اقدامات جمهوری اسلامی از طرف گروه‌های نیابتی یا خیر. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن.